24 سفر سفرالاحزان سال روز ماجرای اهانت به رسول الله صلی الله علیه و آله علی توسط عمر ابن خطاب خلیفه دوم اهل تسنن است در چنین روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی در آخرین روزهای عمر با برکتشان که در بستر بیماری بودند از اطرافیان درخواست کردند تا قلم و دوات برایشان بیاورند تا مسئله مهمی را بنویسند و مولای متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفی کنند اما خلیفه دوم اهل تسنن مانع این کار شد و با اهانت به رسول الله خطاب به حاضرین گفت پیامبر هزیان میگوید گفته‌ا امروز همچنین اولین روز از هفته بزرگداشت شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی علی است